ویروس های جهش یافته کرونا آنچه می دانیم و نمی دانیم. ظهور دو گونه جدید و جهش یافته از کرونا ویروس سندروم حاد تنفسی 2 که ما به اختصار آن را با نام ویروس کرونا می شناسیم، نگرانی های تازه ای را در میان کارشناسان و مسئولان بهداشتی و نیز شهروندان کشورهای مختلف جهان برانگیخته است. این ویروس که به شکل بالقوه از میزان و سرعت سرایت بسیار بیشتری برخوردار است، برای نخستین بار در بریتانیا و آفریقای جنوبی یافت شد. این گزارش سعی دارد اطلاعات کلی درباره گونه‌های جدید جهش یافته ویروس کرونا به دانستنی‌های ما بیفزاید. گونه‌های جدید ویروس. همه ویروس‌ها جهش می‌یابند و این جهش هنگام تکثیر و با هدف سازگار شدن با محیط روی می‌دهد. دانشمندان تاکنون جهش‌های متعددی را در نوع جدید ویروس کرونا موسوم به کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی 2 مشاهده کردند که اغلب تبعاتی در شیوه مقابله با آنها به همراه نداشته است. به عبارت دیگر اکثر این جهش ها قدرت و قابلیت انتشار ویروس را تغییر نمی دهند. این در حالی است که برخی از این جهش ها ممکن است مزیت های خاص و ویژه ای را برای زنده ماندن بیشتر نصیب ویروس کند که از جمله آنها بالا بردن سرعت انتشار و انتقال است. این ویژگی به تازگی اواخر ماه سپتامبر در نوع جهش یافته ای از ویروس کرونا که در جنوب شرق انگلستان مشاهده شد، کالج امپریال لندن این جهش را از نوع B117 ارزیابی کرده است. گونه جهش یافته ویروس کرونا که اکنون VOC112/2020 نامیده می شود، قابلیت انتشار بسیار بالایی دارد و پس از شناسایی در جنوب انگلیس و سرعت در سراسر انگلستان گسترش یافت و هم اکنون در دهها کشور در سراسر جهان، از ایالات متحده تا کره جنوبی گرفته تا هند، فرانسه و دانمارک نیز شناسایی شده است. نوع دیگر از ویروس جهش یافته کرونا که به تازگی شناسایی شده V2501 نام دارد. این ویروس برای نخستین بار ماه اکتبر در آفریقای جنوبی شناسایی شد و پس از آن به چند کشور دیگر از جمله بریتانیا و فرانسه منتقل شد. هر دو گونه یاد شده ویروس کرونا جهش های متعددی را به خصوص در بخش سلول پروتئینی پشت سر گذاشتند که این امر سبب می شود با سرعت بیشتر جذب گیرنده های سلولی شوند و سلول های بیشتری را درگیر کنند. قابلیت انتشار متفاوت. بر اساس نتایج چندین مطالعه علمی که عمدتاً بر مبنای مدل سازی صورت گرفته، نوع جهش یافته از ویروس کرونا که در بریتانیا شناسایی شده، از قابلیت و سرعت انتقال بسیار بالایی برخوردار است. گروهی از محققان بریتانیایی که طرف مشاوره دولت این کشور هستند، تایید کردند که این نوع ویروس 50-70% قابلیت و سرعت انتشار بیشتری نسبت به ویروس کرونا شناخته شده دارد. نتیجه مطالعات اولیه در مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا در آفریقای جنوبی نیز نشان می‌دهد که این گونه از نوع شناخته شده ویروس کرونا مسری‌تر است. اگرچه به نظر می‌رسد داده‌های اولیه در خصوص هر دو گونه جهش یافته از مسری‌تر بودن آنها حکایت دارد، اما کارشناسان همچنان با رویکردی احتیاط‌آمیز منتظر اطلاعات و تحقیقات کامل‌تر برای تایید نهایی این فرضیه هستند. آیا گونه‌های جهش یافته خطرناک‌ترند؟ در حال حاضر هنوز هیچ اطلاعات تایید شده و کاملی در خصوص خطرناک بودن نوع جهش یافته ویروس کرونا و شدت بیشتر عفونت ناشی از ابتلا به این نوع ویروس وجود ندارد. مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری‌ها با اشاره به این مطلب در عین حال تاکید می‌کند که قابلیت و سرعت انتشار بالا میزان خطر ناشی از بستری شدن و مرگ و میر را افزایش می‌دهد. برونو کوانیار رئیس بخش بیماری‌های عفونی در آژانس بهداشت عمومی فرانسه میگوید وقتی انتقال پذیری بیشتر باشد میزان ابتلا به ویروس نیز طبیعتاً بالا میرود و حتی در صورتی که میزان کشندگی ویروس جهش یافته با نوع معمولی برابر باشد این ویژگی میزان بستری شدن را بیشتر میکند و فشار بر سیستم بهداشتی را افزایش میدهد. اپیدمیولوژیست بریتانیایی نیز با استناد به داده‌های آماری می‌گوید که نوع جهش یافته ویروس کرونا اگر تنها 50% مسری‌تر باشد، مشکلات بیشتری را از یک گونه جهش یافته با میزان کشندگی بیشتر، یعنی 50% بیش از گونه معمولی به همراه دارد. یک اپیدمیولوژیست فرانسوی و عضو شورای علمی مشاوره دهنده به دولت این کشور به تازگی اعلام کرده که نوع جهش یافته ویروس که در بریتانیا شناسایی شده بسیار نگران کننده است.
از سوی دیگر نتایج تحقیقات اولیه درباره این گونه جهش یافته ویروس کرونا حکایت از سرایت بالای آن در بین جوانان کمتر از 20 سال دارد، امری که مسئولان را درباره بازگشایی و یا عدم بازگشایی مدارس دچار تردید کرده است. یک مؤسسه علمی آموزشی مرجع در زمینه بهداشت در بریتانیا نیز اعلام کرده که محدودیت‌های اعمال شده در این کشور تا ماه نوامبر برای کنترل همه‌گیری ویروس تحت شرایط جدید کفایت نمی‌کند، مگر آنکه دولت مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها را نیز تعطیل کند. واکسن‌ها چقدر مؤثر هستند؟ در حالی که کارزارهای واکسیناسیون عمومی برای برون رفت از بحران کنونی ناشی از شیوع کرونا به تازگی در بسیاری از کشورهای جهان آغاز شده، اما برخی کارشناسان ظرفیت و قابلیت‌های واکسن‌های موجود را برای مقابله با انواع و گونه‌های جدید ویروس زیر سوال می‌برند. از سوی دیگر شرکت‌های تولیدکننده واکسن نیز بدون دادن هر گونه اطلاعات تایید شده و قطعی اعلام کردند در حال بررسی میزان کارایی محصولات خود بر انتشار انواع جهش یافته ویروس هستند. مرکز اروپایی کنترل و پیشگیری بیماری‌ها اعلام کرده که برای دو گونه جهش یافته ویروس کرونا هنوز اطلاعات کافی در دست نیست تا بتوان بر اساس آن نحوه تاثیر واکسن‌ها را مورد ارزیابی قرار داد. هنری والک از اعضای مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های آمریکا اما با استناد به اطلاعات موجود می‌گوید متخصصان معتقدند که واکسن‌ها در برابر گونه‌های جدید ویروس نیز مؤثر هستند. با این حال به نظر می‌رسد گونه جهش یافته ویروس کرونا که در آفریقای جنوبی شناسایی شده هنوز از حیث تاثیرپذیری نسبت به واکسن در مقایسه با نوع بریتانیایی وضعیت ناشناخته و پیچیده‌تری دارد. شرکت داروسازی بیونتک به همراه شرکت آمریکایی خود فایزر نخستین واکسن تایید شده برای مقابله با ویروس کرونا را به جهان عرضه کرد، اطمینان داده است که در صورت لزوم قادر خواهد بود ظرف 6 هفته واکسن جدید برای مهار گونه‌های جهش یافته ویروس را تولید کند. با توجه به قابلیت بالای سرایت و سرعت انتشار بیشتر گونه‌های جدید ویروس و اینکه هنوز میزان کارایی واکسن‌ها بر روی این گونه‌ها به صورت قطعی تایید نشده، متخصصان همچنان بهترین راه برای مقابله با آنها را توجه به توصیه بهداشتی از جمله حفظ فاصله گذاری اجتماعی، شستن مدام دست‌ها، تهویه فضاهای بسته و دوری از اجتماعات عنوان کردند.